سلام، به خبرهای این ساعت از سلو و تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها، 25,000 بست خالی در نهادهای دولتی. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که با پر شدن این پست ها میزان بیکاری کاهش خواهد یافت. بالاخره استخدام بکنن و تعدادی افرادی از جامعه بتانه که صاحبی کار شود. نگرانی انجمن والیان از آینده افغانستان. این والیان میگویند که حکومت وحدت ملی در حل چالش ها ناتوان است. هلمند در حال سقوط است، سرپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، در حوزه امنیتی قندوز جنگ روان است و سایر جاها. انتقاد از کارکردهای شورای عالی صلح. برخی نماینده های مجلس میگویند که تنها کار شورای عالی صلح هزینه به مورد پول های هنگفت است. شورای عالی صلح از روز آغاز تشکیلش تا کنون کدام دستاورد داره که بتونه قناعت مردم افغانستان رو فراهم بکنه در برابر این مصارف بودجه از خود نشان ندادن. و خشم هیلاری کلینتون در برابر شعارهای تند تنش‌زای دونالد ترامپ. من فؤاد امان هستم. بیش از 25,000 بست خالی در نهادهای دولتی وجود دارند. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که با پر شدن این پست ها میزان بیکاری تا اندازه کاهش خواهد یافت. در همین حال وزیر کار امور اجتماعی میگوید که نبود هماهنگی میان ادارات دولتی سبب شده است تا میزان بیکاری در کشور افزایش پیدا کند. مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه وزیر کار امور اجتماعی و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را از بحر افزایش بیکاری در کشور به این مجلس فراخواند. بیکاری فرار کردند. اگر این فرار را برقرار ترجیح ندهید، نک خانه ملت خالی خواهد بود، افغانستان را از این ویرانه ویرانه تر خواهید کرد. روشن بسازیم که چقدر شما تحت فشار هستین، چون فساد اداری در افغانستان متاسفانه و شکل گسترده که تمام پیکره نظام را که شامل هرسه قوه باشه بوسانده. چرا یا نتوانستن که این بستها را جذب یارن بالاخره استخدام بکنن و تعدادی افرادی از جامعه بتانه که صاحبی کار شود. وزیر کار امور اجتماعی میگوید که نبود هماهنگی سبب شده است تا میزان بیکاری افزایش یابد و اکنون نزدیک به 50,000 بست خالی در نهادهای دولتی وجود دارند. 50,000 شاید باشد، ولی چون به خاطر که بعضی بستایی که پیشتر ما ذکر کردم بنابر محرمیت موضوع مثلا در بخش نظامی اگر است اونا را نمیخواهیم به ایسای افشا بکنند، به او خاطر به حساب محرمیتش تناز بحث ملکی را ما بدیم. اما رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های خالی موجود را در نهادها کمتر از این می‌داند که نشانه روشنی از نبود هماهنگی در میان این دو نهاد می‌توان بود. از مجموع 397,722 بست خدمات ملکی ما 25,584 بست خالی در ادارات مختلف خدمات ملکی کردیم. بستا در مجموع 51 اداره خدمات ملکی منهای 4 اداره که ما قبلا ذکر کردیم که شامل ریفورم نشدن وجود دارد. وزیر کار امور اجتماعی از نهایی شدن پیمان ها با چندین کشور خارجی خبر می دهد که بر بنیاد این پیمان ها نزدیک به 15,000 شهروند کشور برای کار به این کشورها فرستاده خواهند شد. سید احسان طاهری عضو رونده‌سه برای بحث بیشتر در این مورد اینجا با من است. خیلی خوش آمدین آقای طاهری. چرا 25,000 بست در نهادهای دولتی خالی است در حالی که هزاران بیکار در افغانستان سرگردان در جستجوی کار هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، کارهای تکنیکی و بینندگان محترم تلویزیون طلوع و طلوع نیوز. بحث بسیار مهمی است که تا به حال اوقدر دولت روی این موضوع جدی نبود، الهی که پارلمان خواستشان و پارلمان هم از خواب زمستانی خود بیدار شد، تا اینکه دید که به صدها هزار یا به ده ها هزار جوان افغانستان هم از دختر و پسر حرکت کردن به خاطر
فرار از افغانستان به آبهای یونان خود رساندن در اوجا غرق شدن یا هم انتقال دادن خود به اوجا، اینا بیدار شدن که خوب معضل اصلی چی است؟ یکی از معضلات اصلی ناامنی است. در پهلویش کلانترین معضل بعد از ناامنی معضل بیکاری است که متاسفانه هیچ کس صدا را نمیشنوید، اما امروز خوب است که حداقل حقایق گفتن. حقایق هم به گونه درستش نگفتن. 25000 بس ملکی را گفتن خالی است، اما 25000 نیست. ما براتون اعلامیه داده بودیم، ما و نهادهای دیگه هم اعلامیه داده بود که بیشتر از 35000 بس ملکی خالی است و بیشتر از 35000 بس نظامی در سه ارگان نظامی دولت افغانستان خالی است. و متاسفانه مشکل اساسی بوده که این بزرگوارایی که در سکتورهای مرتبط بودن یا وزیر بودن یا معین بودن یا هم رئیس‌های مستقل بودن، در هر بخشی که بودن، اینا برای رئیس جمهور گزارش دقیق نمی‌دادن، برای رئیس اجرایی گزارش دقیق نمی‌دادن و اونا را در تنگنای معلوماتی در این بخش قرار داده بودن. تا به حال هم من مطمئن هستم که گزارش دقیق به اونا ندادن. با توجه به نیاز بنیادین افراد بی‌شغل به شغل در افغانستان، چرا این بحث‌ها تا حالا خالی مانده است؟ خب کلانترین معضله که به خاطر خالی ماندن بسته است، روابط بر ضوابط است که ضوابط حاکم نیست، روابط حاکم است. اما متاسفانه روابط هم به این معنا است که روی من مثال براتون میارم که یک بست 5 در یکی از ادارات اداره دولت افغانستان اعلان شده بود 3-4 ماه پیش، در او 4500 نفر درخواستی داده بود، بست 5 بود که شاید 4-5000 افغانی معاش داشته باشه، اما 4500 نفر گرفته نشد. 5 نفر کسی گرفته شد که واسطه دار بودن، از بین 5 نفر هم هیچ کدامش انتخاب نشد. این به گونه ای است که کلانترین معضل اساسی استخدام افغانستان قانون است، قوانین مرتبط به استخدام است که متاسفانه یک بست بسیار عادی را که یک نفر لیسانس است یا 14 پاس است میخواد داخل دولت شود، او را اعلان میکنه، اونا خود هیچ حق ندارن داخل پروسه استخدام، چون به خاطر تجربه ندارن. وقتی که داخل پروسه استخدام با روابطی که دارن با وزیر، معین، رؤسای مربوطه و اینا میشن، در اوجا تجربه کاری از پیشان پرسان میشن. این پروسه به خاطر یک بست بسیار عادی، پایین ترین بست ماموریت در دولت افغانستان، 1.5 ماه را حداقل در بر میگیره تا اینکه استخدام شوید. با توجه به استناد گفته های شما، میشه گفت رهبران حکومت وحدت ملی هر کدام برای تصاحب این بست های خالی در تنش هستند، با هم درگیر دارند و این مسئله سبب شده تا افراد شایسته به این پست ها گماشته نشوند؟ در سطح این بست های خرد رهبرای حکومت وحدت ملی در تنش نیستند، اینا در تنگنای معلوماتی قرار دارن که در کدام وزارت رهبری نهادهای دولتی چرا افراد بیکار در این پست ها نمیگمارند؟ بدون شک اکثریت مطلق نهادهای دولتی، وزیر، معینیا، ریاست های مستقل، اینا همگیش کوشش میکنن یک جایی که مقرر میشن. این یک حقیقت است که اگر بگویم شاید همگی خفه شوند. مقرر که میشن کوشش میکنن از خانه خود بیارن همگی را. از خانه که خطا خورد خویشاوندای بسیار نزدیک خود، باز دورتر خود، حتی به همسایه‌های خود وقت یافت نمیکنن تا اینکه خویشای خود مقرر کنن. همه جای شما میتونید برین ببینید و بسیار گزارشای بوده که برآمده، هیچ کس او را متوجه نبوده، مطالعه نکردن، به رهبری دولت وحدت ملی هم نرسید. پس منتظر هستن تا از نزدیکان خود برای پر کردن این خالی ها. 50000 بسته که در سطح کل امروز در پارلمان افغانستان اعلان شد توسط وزیر صاحب کار امور اجتماعی و مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری، اینا تا دیروز خبر نداشتن. مشکل اساسی است که یا خبر داشتن. پس شعارها و وعده های رهبران حکومت وحدت ملی برای اشتغال آفرینی اساسش چی میتونه باشه؟ خب یک ضعف کلان در دفتر در چهار طرف رهبرای حکومت وحدت ملی این است که همکارایشان معلومات متناقص برشان رایی میکنن، نمیگذارشان که معلومات دقیق برشان برسه، کوشش میکنن که همه چیز مثل کابل بگن مثل پاریس است، هرات بگن مثل یک شهر دیگه است، همه چیز گل و گلزار است. به این معنا است که یک مامور بیچاره که میخواد یک محصل بیچاره که فارغ میشه باید دوره پرکتیک شده یک وزارت اداره تایید بکنه، تا که روابط نداشته باشه مو سه ماه دوره پرکتیک مفتش هم نمیتونه. یک مثال دیگه من خدمت شما میگم که اگر یک کسی که لیسانس به دست می داشته باشه وارد پروسه استخدام میشه، در اونجا که میری همه مسئولین استخدام و ریاست منابع بشری و معینیت های مربوط و وزارت مربوطه و ادارات مربوطش میگه که تو تجربه کاری حداقل 2 سال داشته باشی. برادر خواهر، تجربه کاری در کدام دکان است که من برم بخرم؟ من نو فارغ شده میخوام به دولت افغانستان کار کنم، اما میگه تو تجربه کاری داشته باشی. تجربه کاری خود نمیشه بدون کار به دست بیاره. و خیلی کوتاه بگین چه هنگام این بست های خالی پر خواهند شد؟ من اطمینان دارم که این بست های خالی تا 6 ماه دیگه هم پر نمیشه.
امروز اعلان کردن اگر دولت افغانستان رهبرای وحدت ملی جناب رئیس جمهور رئیس اجرایه سریع دقیقا شخصا وقت مبراین صفایی شهر را چک میکنن یک طفل در سر سرک دست میزنه سر برای این وزارت ها را ببینین ادارات منابع بشری شان را ببینین مستقیم نه وزیر را ببینین نه معین برین دفترهای مربوطه شان ببینین که چقدر بسته واقعا خالی دارین شما من مطمئن هستم که بستایرم که اعلان کردن 25000 نیست بالاتر است دروغ گفتن میرم خیلی سپاس از حضورتون در برنامه سید احسان طاهری عضو رونده افغانستان با بحران روبروست. انجمن والیان افغانستان با ابراز این مطلب حکومت وحدت ملی را به ناتوانایی متهم می‌سازند. اعضای این انجمن می‌گویند توافق‌نامه‌ای که بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی تشکیل شد عملی نشده است و کشور به سوی آینده نامعلوم به پیش می‌رود. والیان پیشین حکومت که اینجا زیر این سقف گرد آمدند نگرانی‌های دارند. هلمند در حال سقوط است، سرپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است. جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، در حوزه امنیتی قندوز جنگ روان است و سایر جاها. انجمن والیان افغانستان سران حکومت را به ناتوانی در عملی ساختن تعهداتشان متهم میسازند. عدم تطبیق موافقت نامه که مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی است. کشمکش های سران حکومت بر سر تقسیم کرسی ها. سرباز زدن های مخفی و مرموز از تدبیر لوی جرگه مطابق تفاهم نامه. اینان حتی از آینده های پرخطر هشدار می دهند. اما برای جلوگیری از این خطرها پیشنهاد نیز دارند. از نخبگان سیاسی و بزرگان کشور جدن تقاضا می نماید تا هرچی زودتر متکی بر سنت حسنه و میراث نیاکانشان. با تدویر جلسه بزرگ ملی که ممثل وحدت همیشگی افغان هاست و با حمایت مردم گرد هم آمده در مشوره با بزرگان کشور سرنوشت مملکت را تعیین نمایند. در پاسخ به این گفته های ننجمن ریاست جمهوری چنین می گوید. قانون اساسی افغانستان برای هر شهروند این کشور حق داده تا صداهای خود را به خاطر بهبود حکومتداری و نظامداری بلند کنند. ولی از این آزادی نباید به خاطر امتیازگیری و یا ای که به خاطر تخریش اعضای مردم استفاده شود. به خاطر که در پایان روز توقع مردم امی است که نخبگان این کشور نقش سازنده در تقویت نظام و بهبود امور داشته باشند، نه ای که تشویش بی جای برای مردم افغانستان ایجاد بکنند. این نگرانی ها از سوی انجمن والیان در حال ابراز می شوند که در این انجمن کسانی نیز هستند که به اتهام بی‌پروایی از مقامهایشان برکنار شدند. به گونه مثال عمر صافی والی پیشین کندوز که پس از سقوط این ولایت از وظیفه‌اش سبکدوش شد نیز از اعضای این انجمن است. ادامه خبرها. شورای عالی صلح از آغاز کارش تا اکنون نتوانسته است آرزوی مردمان کشور را برای رسیدن به صلح تحقق بخشد. برخی از آگاهان و اعضای مجلس نمایندگان میگویند تنها کاری که مردم در شورای عالی صلح گواه بودند مصرف پولهای هنگفت به هیچ دستاورد بوده است. اما شورای عالی صلح از دستاوردهای این شورا و تلاشهای تازه به مردم اطمینان میدهد. پرده برداری های نازو شورای عالی سال از چگونگی کارکردهای شورا و نیز از حیف و میل شدن پول ها واکنش هایی را برانگیخته است. وزارت دفاع تلمو که سول شورا کیو نه رئیس جمهور دیم داوری در سب عبدالله دیم واوری نه هزار یورو داغ وسمال تماش دی دیو سفارت نه. نخستین واکنش درباره کمکاری های این شورا است. شورای عالی صلح از روز آغاز تشکیلش تا کنه کدام دستاوردی را که بتونه قناعت مردم افغانستان فراهم بکنه در برابر این مصارف بودجه از خود نشان ندادند. اما شورای عالی صلح از دستاوردهای این شورا در سالهای گذشته سخن میگوید. امید 12000 نفر که اینها با پروسه صلح پیوستند اگر این تفنگای از اینا فعال می بود و ای خود از اینا فعال می بود فکر کنین که حداقل یک نفر را خو اینها میکشتند و وقتی که یک نفر از کشته شدن نجات داده شده باشه این یک دستاورد است. با این همه یکی از انتقادها این است که در نتیجه تلاش‌های شورای عالی صلح هیچ بخش از کشور گواه آرامی نشد.
با اقدام بسیار کوتاه مدت میتونیم ما چالش هایی که در گذشته وجود داشته ای را برطرف بکنیم و یک روند جدیدی را در رابطه با آوردن صلح در افغانستان که نهاد شورای عالی صلح است ای را برش اقدام بکنیم. بودجه سالانه شورای عالی سال 3 میلیون دلار گفته شده است. این شورا میگوید که از آغاز کار تا اکنون بیش از 13 هزار جنگ افزار گرد آوری کرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان حکومت وحدت ملی را در کار آوردن اصلاحات در نظام انتخابات ناکام می‌داند. این بنیاد می‌گوید که حکومت به علت اختلاف درونی نتوانسته است اصلاحات را در نظام انتخابات به میان آورد و انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها را برگزار نماید. در همین حال ریاست اجرایی نیز می‌پذیرد که در یک سال گذشته بحث آوردن اصلاحات در نظام انتخابات به حاشیه کشانیده شده است و حکومت به خواست‌های مردم در پیوند به انتخابات پاسخ مثبت نداده است. بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان برخورد حکومت وحدت ملی را برای به میان آمدن اصلاحات در انتخابات انتقاد می کند و از به میان نیامدن اصلاحات در انتخابات ابراز نگرانی می کند. سال گذشته حکومت وحدت ملی در بحث انتخابات و اصلاحات انتخاباتی ناکام بودند و میشه از آدرس همین مجمع بهشان نمره داکومی بهشان بدهیم. امیدوار هستیم که در سال جاری باز هم در ختم سال ما ناکام نمانیم و یا مشروط نمانیم. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی بانک مشکلات در بمیان آمدن اصلاحات انتخابات را میپذیرد، اما میگوید که حکومت میکوشد تا اصلاحات انتخابات را بمیان آورد. این تو تصور میشه که اگر اصلاحات انتخاباتی در افغانستان پیش بره و سازوکارهایی که در توافقنامه سیاسی در نظر گرفته شود عملی شوه، ای میتونه مثلا از نظر سیاسی به اشخاصی و به افرادی و به طرفهای آسیب برسانه. البته ممکن است این گونه باشه، ولی برنده ای میدان مردم افغانستان است. در حالی که یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از کارش استعفا کرده است، برخی منابع در حکومت میگویند که سرنوشت رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز به زودی روشن خواهد شد و کمیته گزینش کارش را به زودی آغاز خواهد کرد. کارهایی که صورت گرفته و تلاشهایی که صورت گرفته در ارتباط با انتخابات یک بخش زیادش در نتیجه تلاشهایی بوده، فشارهایی بوده و دادخواهیهایی بوده که نهادهای ناظر انتخاباتی انجام دادن. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت می‌خواهد که ملاحظه های سیاسی و گروهی را در کمیته گزینش در نظر نگیرند و در سال روان برای اصلاحات در انتخابات بکوشند. ادامه خبرها. شمار از سربازان زخمی شده نیروهای امنیتی و نیز شمار از خانواده های سربازان کشته شده ادعا دارند که از 8 ماه بدین سو حقوق ماهانه این سربازان را دریافت نکردند. آنان میگویند که از یک سو ناداری و از سوی دیگر نپرداختن حقوق ماهانه زندگی را برای آنان بسیار دشوار ساخته است. در همین حال وزارت کار امور اجتماعی این گفته ها را میپذیرد و میگوید که به زودی به این مشکل رسیدگی خواهد شد. اینان اعضای پیشین نیروهای دولتی و یا هم اعضای خانواده های سربازان کشته شده در ولایت لغمان هستند که در اثر نبردها یک عضو بدنشان را از دست دادند و یا هم یکی از نزدیکانشان برای دفاع از کشور کشته شدند. آنان ادعا دارند که از 8 ماه بدین سو حقوق ماهانهشان را دریافت نکردند. این خانواده ها از نهادهای مسئول می خواهند تا در این باره بی‌پروایی نکنند. ورگانو که دی اردو کار زر خلاص او دی ریاست پس راولی ګلو نو کار بنده بنده و کار کمپیوټر ته بنده دا کمپیوټر نو دا د منګل دی د پاره بنده چې موږ وطن ته بد کړی دی قربانی ورکړي دا په خیم د لاس ورکړي دی په خیم دا اشرف غنی ته موټنه ورکړي چې دا کامیاب سي بیا بل دا قربانی وکړه چې دا د زوی مې شهید سو اوس دی هغه واړه بچان پاتې دی را خزه دا بچان دی هغه پاتې دی او دا ته مې سکیږي چې موږ ته چا یو روپۍ نه درکړي. این هم نثار احمد است که سالها بدین سو در صفوف پلیس کار کرده است. نثار احمد که دو فرزند دارد میگوید که یک سال پیش در یک حمله انتحاری یک پایش را از دست داده است. وی میگوید که از یک سو ناداری و از سوی دیگر ندادن حقوق ماهانه‌اش بر مشکلات وی افزوده است. در وطن لپاره ما قربانی ورکړل، بچه نه ده په غاړه ده، ټول کور را په غاړه ده، نور د ګټه څوک نه لرم. او هغه د کاټه ده نه جوړېدل، د نن د سبا ده، نن د سبا ده رځې باندې باندې وس شو او اته میاشت کیږي چې ماش مې بند نه راغی. نه نور نسی کولای سي، بس موږ داسې حالات موږ باندې راغله د آینده د نورو بچیانو هم حالات خرابیږي او د حکومت کنده شهید دا شکل بس بس هیڅ دا کارونه نه سرته نه رسیږي.
اما چرا حقوق ماهانه آن پرداخته نشده است؟ مشکل در کجاست؟ ریاست کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولان لغمان میگوید که به علت مشکلات فنی تا اکنون نتوانستند که حقوق ماهانه سربازان را بپردازند. دیدیم ماش دمر ډیر کسانو د تیر کال د نظامی معلولین او د شهیدان ورثه ماش د ډیر زیات نه دی پاتې فقط په محدود تعداد کې پاتې هغه د دې لامل څخه پاتې چې د رجستریشن یا بانکی سازی پروسه پټه پودریدل نه دی لپاره د سیستم د دې ودریدل امیدوار دی چې د مرکز څخه پلاوی راشي او دغه پروسه شروع شي. سربازان زخمی شده و نیز خانواده های سربازان کشته شده در نبردها از مقام های محلی و وزارت کار و امور اجتماعی می خواهد تا به زودی به این مشکلات آنان رسیدگی کنند. با گذشت هر روز زندگی هزاران مهاجر به شمول شهروندان افغانستان در مرز یونان با مقدونیا بدتر می شود. پرویز شمال گزارشگر تولونیوز در مرز یونان با مقدونیا می گوید که هزاران مهاجر در این مرز گیر ماندند، اما نیروهای مرزی مقدونیا اجازه ورود را با آنان به کشورهای پیشرفته اروپایی نمی دهد. هیلاری کلینتون شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ را منفی و تنش‌زا می‌داند. این نامزد پیشتاز حزب دموکرات‌های ایالات متحده آمریکا می‌گوید که باید دونالد ترامپ مسئول پیامدهای سخنان توهین‌آمیزش باشد. در همین حال یک سناتور مکزیکویی کمپاین‌های تبلیغاتی بر ضد دونالد ترامپ را در این کشور آغاز کرده است. هیلاری کلینتون به شدت از سخنان توهین‌آمیز و پرخاشگرانه دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه امریکا انتقاد می کند. هیلاری کلینتون می گوید که دونالد ترامپ از آغاز مبارزات انتخاباتیش همواره سخنان منفی و توهین آمیز بر علیه مهاجران، مسلمانان و بانوان را به پیش گرفته است و باید مسئول پیامدهای ناگوار این گونه موضع‌گیری هایش باشد. من فکر می کنم پیام های منفی را که دونالد ترامپ در پیکارهای انتخاباتیش بر علیه مهاجران، مسلمانان و بانوان پخش می کند در میان مردم تنش ها را افزایش می دهد، لذا باید وی مسئول پیامدهای این اقدامات منفیش باشد. از سوی هم یک سناتور مکزیکویی از بر آن که دونالد ترامپ همواره درباره اعمار دیوار بزرگ میان امریکا و مکزیکو سخن می زند، شعارهای تبلیغاتی بر هلیوی را در بخش های گوناگون این کشور نصب کرده است تا نفرت مردم مکزیکو بر هلیوی افزایش یابند. وزارت خارجه هند ادعای پاکستان را درباره بازداشت یک جاسوس هندی در ایالت بلوچستان این کشور رد می کند. پاکستان به تازگی نوار تصویری را پخش کرده است که در آن یک شهروند هند به جاسوسی برای هندوستان اعتراف می کند. سپاسگزارم از توجهتان استلو. ادامه خبرها را در طول نیوز دنبال کنید. مقام های پاکستانی نوار تصویری را از کلبوشن یادآور پخش کردند که میگوید افسر نیروی دریایی هند است. در این نوار تصویری یادآور اعتراف میکند که برای شاخه پژوهش و تحلیل یا را که سازمان استخبارات خارجی هند است کار میکند. نام مخفی من حسین مبارک پتیل است که از آن برای گردآوری اطلاعات برای سازمان های هندی کار میگرفتم. یادآور میگوید که ماموریت داشت تا با گروه های شبه نظامی بلوچ در پاکستان پیوند برقرار کند و به حمله های در پاکستان دست بزنند. این فعالیت ها مجرمانه و ضد ملی هستند و می توانند به کشته شدن یا زخمی شدن شهروندان پاکستان بیانجامد. بیشتر این فعالیت ها در بندرهای پاکستان و بخش هایی از بلوچستان متمرکز بودند. اما وزارت خارجه هند این ادعا را رد می کند. این وزارت با پخش اعلامیه می گوید که کلبوشن یادوف افسر پیشین نیروی دریایی هند است و در بندر چابهار ایران به کارهای بازرگانی مشغول بود. دهلی نو تاکید می ورزد که اعترافات این مرد بازداشت شده دستوری هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید درباره چگونگی وضع تحریم‌ها بر ایران تصمیم بگیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان این مطلب میگوید که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند با آزمایش موشک‌های اخیر ایران دست به کار شود. در همین حال رهبر مذهبی ایران میگوید که باید حکومت ایران برای دفاع از امنیت ملی این کشور توانایی نظامیش را بالا ببرد.
رهبر مذهبی ایران آزمایش موشک‌های اخیر ایران را توانایی دفاعی این کشور در برابر تهدیدهای احتمالی برخواسته در برابر حکومت این کشور می‌داند. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید که هرچند حکومت ایران خواستار حل چالش‌هایش با کشورهای جهان از راه گفتگو است، اما ایران برای آن که در این گفتگوها موفق باشد باید توانایی نظامی و دفاعیش را نیز بلند ببرد. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آزمایش موشک‌های ایران تصمیم بگیرد تا چگونه تحریم‌ها بر این کشور وضع گردد. این حقیقت دارد که آزمایش این موشک‌ها هراس و وحشت و نگرانی را به بار آورده است، اما این که چگونه تحریم‌ها و چه اقداماتی باید صورت گیرند باید شورای امنیت سازمان ملل متحد روی آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و سه متحد کلیدی آن، بریتانیا، آلمان و فرانسه، در شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش می‌کنند تا شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش موشک‌های ایران را به بررسی گیرد. صدها زن در بغداد در پیوند با آوردن اصلاحات در نهادهای حکومتی عراق دست بر راهپیمایی اعتراض آمیز زدند. این بانوان از حکومت عراق می‌خواهند تا برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در این کشور دست به کار شود. در ادامه راهپیمایی های اعتراض آمیز در برابر نهادهای حکومتی عراق از سوی هواداران مقتدا صدر، یکی از رهبران شیعه عراق، صدها زن که نیز هواداران وی هستند دست به راهپیمایی های اعتراض آمیز زدند. این بانوان از حکومت عراق می خواهند تا برای آوردن اصلاحات بنیادین در نهادهای حکومتی دست به کار شود و دامنه فساد را از این نهادها برچیند. در همین حال سخنگوی پارلمان عراق از نخست وزیر این کشور می خواهد تا در کابینه این کشور وزیران با تجربه را بگمارد تا بر بحران موجود این کشور رسیدگی گردد. پارلمان عراق دو گزینه را برای نخست وزیر پیشنهاد میکند، یا این که وزیران شایسته را بگمارد و یا این که برای تشکیل یک دولت تکنوکرات جامع اقدام کند. این در حال است که اکنون هواداران مقتدا صدر در برابر ساختمان های حکومتی این کشور نیز خیمه های تحصان برپا کرده اند و هشدار می دهند تا زمانی که حکومت این کشور به خواسته های آنان پاسخ مثبت ندهد دست از اعتراضاتشان نخواهند برداشت. وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم به نقض قوانین جهانی می کند. وزیر خارجه بریتانیا که به گرجستان رفته است می گوید که روسیه باید دست از اقدامات تنزا بردارد و با کشورهای جهان همکاری های سازنده را انجام بدهد. در همین حال نخست وزیر گرجستان از روسیه می خواهد که به قلمرو گرجستان احترام بگذارد. وزیر خارجه بریتانیا که به گرجستان رفته است به شدت از مداخله روسیه در اوضاع اوکراین و نقض قلمرو گرجستان از سوی روسیه انتقاد میکند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که روسیه با اقدامات تنش‌زاش در منطقه و کشورهای خاورمیانه امنیت عمه کشورهای جهان را به خطر می اندازد و باید حکومت روسیه دست از این اقدامات بردارد. در همین حال وی از مسکو می خواهد تا پیکار با گروه داعش در خاک سوریه را در همکاری با کشورهای ائتلاف جهانی انجام بدهد. روسیه قوانین جهانی را نادیده می گیرد و آن را نقض می کند، که این کار روسیه برای ما چالش آفرین است و یک تهدید به شمار می رود. آنچه ما از روسیه خواهانیم تا یک نقش سازنده را در مسائل جهانی بازی کند. این در حالی است که روابط روسیه با کشورهای غربی و اروپایی پس از بحران اوکراین خدشه‌دار شده است و کشورهای عضو ائتلاف داعش به شمول ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به شدت از مداخله نظامی روسیه در خاک سوریه انتقاد می‌کنند و عملات روسیه در خاک سوریه را بر ضد مخالفان حکومت سوریه می‌دانند. شهروندان خارجی در افغانستان زیر نام طالب با نیروهای دولتی می جنگند. سرپرست وزارت دفاع ملی با اظهار این مطلب می گوید که در نبردهای اخیر ثابت شده است که هراس افغانان خارجی زیر نام طالبان با نیروهای دولتی می جنگند. معصوم استانگزی می گوید که جنگ کنونی افغانستان جنگ میان مردمان افغانستان نیست، بل این جنگ فرامرزی است.
سرپرست وزارت دفاع ملی در ادامه سفرش به جنوب کشور به ولایت هلمند رفته است. وی در سخنرانیش با نظامیان کشور در قلوردوی 215 میوند میگوید که جنگ کنونی در افغانستان جنگ داخلی و جنگ افغانی نیست. امروز جنگ در افغانستان مثل که بسیاری میگوید جنگ داخلی نیست، جنگ بین مردم افغانستان نیست. یه جنگی است که یک توطعه بزرگ تروریست های بین المللی است که متاسفانه افغانستان برش میدان جنگ شده. معصوم سانگزی میگوید که هراس افغانان خارجی نقش اساسی را در نبردهای کنونی کشور بازی میکنند. شما از خارشین و باراچه و تا نادلی و مارجا و ده هست ساقه ولایت هلمند وقتی که میبینید آثاری از مداخله بیرونی را میبینید، آثاری از طلا و مهماتی را میبینید که از بیرون آورده شده، آثاری از مشکفایی را میبینید که در بیرون تهیه شده و در اینجا انفجار میکنند، آثاری از سویچ و مواد را میبینید که فقط به خاطر از اینکه قتل و کشتار در ولایت هلمند ادامه پیدا بکنه این را اینجا روان میکنند. و ده ها حتی بسند ها افرادی که از بیرون آمدند و این روز در نتیجه فعالیت و خرمانی شما وقتی که در اونجا کشته شدن کسی نیست که مرداشت آنه ببارن به خاطر از اینکه اونا افغان نیستن، اونا از این کشور نیستن، تحت پوشش بنام تحت پوشش طالب در این کشور در مخصوص در ولایت هلمند بجنگ میپردازند. سرپرست وزارت دفاع ملی به نظامیان کشور دستور می‌دهد تا برای جلوگیری از ورود جنگجویان خارجی امنیت مرزهای کشور را تأمین کنند. مسئولیت ما این است که جنگ از دریای افغانستان بیرون بکشه. مسئولیت ما است که ما باید سرحدات خود را محکم کنیم. هر وقتی که دروازه خانه را محکم کردیم، داخل خانه باید کسی داخل شده را بیدن. هرچند سرپرست وزارت دفاع ملی از مداخله کشورها در امور داخلی افغانستان نام نمی برد، اما پیش از این پاکستان همواره از سوی کابل به بسیج و تمویل جنگجویان در افغانستان متهم شده است. پشتیبانی حلقه های پاکستانی از هراس افغانان در افغانستان علت اصلی تیرگی در روابط کابل با اسلام آباد گفته می شود. یک دختر 8 ساله در ولایت بغلان به مرد به بد داده شد. این رویداد در ولسوالی نهرین ولایت بغلان پس از تصمیم بزرگان اقوام گرفته شده است. این دختر 8 ساله و خانواده وی از این تصمیم بزرگان اقوام راضی نیستند. در همین حال مدافعان حقوق کودکان در ولایت بغلان میگویند که پدر این دختر از آنان میخواهد که دخترک خردسالش را به وی برگردانند. در این سند دیده می شود که بزرگان اقوام دختر 8 ساله را از بهر فرار خواهر نامزاددارش به نامزاد خواهر به بد دادند. اما خانواده دختر از این فیصله راضی نیست. شبکه محافظت از کودکان در بغلان می گوید که پدر این دختر عدالت می خواهد. دختر کلانتری از او چند قبل نامزاد شده بوده، بازو با امره کسی رفت در جای از او، به خاطر از اینکه تو دختر تو فرار کرده در اونجا رفت، بیاد دختر خورده با محبته. در حالی که پدرش دقیقا راضی نبوده، اما پایه خط و فیصله خط از که تعدادی از بزرگای محل که خود معرفی کردن امضا کردن، اما امضای پدری از او هم نیست و او قناعت هم نکرده در مجلس تر کرده زورن. در همین حال ریاست امور زنان بغلان این موضوع را تایید میکند و میگوید که تا هنوز این دختر 8 ساله به خانواده‌اش برگشتاندن نشده است. دختر فامیل نامزاد می باشه و او را کسی دیگه قرار اظهاراتشان که او را اختطاف میکنه یا فرار میته، وقتی که او میره باز دختر 8 ساله یا دختر خردسن دیگه را به خاطر اینکه یعنی به بد داده شود تا به خاطر جبران دختر اولیشان او را دختر 8 ساله را به بد میته. شماره از علمای دین و بزرگان اقوام این کار را مخالف آموزه های دینی می دانند و از حکومت می خواهند که در حل این پرونده بی‌پروایی نکند. یک انسان، یک دختر، یک صغیر یا خود یک مظلوم به او بد بیتی ایبل که نگاه شرعی و ایبل کل قبیترین، ظلمترین، بزرگترین ظلم است. در یک ساله یا ده ساله را به این شکل بد می تن، این از جمله مثلا کارهای پسند جامعه هم نیست. نگاه شریعت هم جواز ندارن. ازدواج های اجباری و زیر سن و نیز بد دادن هنوز هم از بزرگترین مشکلات در برابر بانوان در کشور به شمار می روند. یافته های نهادهای مدافع حقوق بشر نشان می دهد که یکی از علت های اصلی خودکشی زنان و دختران ازدواج اجباری است.
پنتاگون مأموریت کنونی نیروهای ایالات متحده آمریکا را در افغانستان یک مأموریت بسیار مهم می‌داند. سخنگوی پنتاگون می‌گوید که مردان و زنان نظامی پوش آمریکایی در افغانستان در برابر هراس افغانی می‌رزمند و مردم افغانستان را در ساختن یک آینده امن یاری می‌رسانند و از سقوط یک جنگنده F-16 نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام نیز خبر می‌دهد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون میگوید که بررسی ها درباره چگونگی سقوط یک جنگنده F-16 نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام آغاز شدند. این جنگنده دیشب سقوط کرد. یک جنگنده F-16 نیروهای آمریکایی هنگام برخاستن از پایگاه هوایی بگرام سقوط کرد. پیلوت هواپیما به گونه مسئول خودش را با چتر بیرون پرتاب کرد و سوی نیروهای ائتلاف انتقال داده شد. نیروهای ائتلاف در حال تامین امنیت محل سقوط هستند. علت سقوط این هواپیما بررسی خواهند شد و جزئیات بیشتر با دریافته شدن ارائه خواهند شد. و همچنان میگوید که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ماموریت کنونی نیروهای آمریکایی را در افغانستان ستایش انگیز می‌داند. وزیر دفاع کارتر همچنان از مردان و زنان نظامی پوش ما که مسئولیت‌های بسیار مهم را که آنان به دوش می‌برند، از جمله پیکار با داعش و پشتیبانی کنونی ما از مردم افغانستان در کار ساختن یک آینده مسئول‌تر ستایش می‌کند. ایالات متحده آمریکا هم اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد که در کنار ماموریت آموزش نیروهای افغان، ماموریت ضد هراس افغانی را نیز به پیش می‌برند. نوجوانانی که در پیوند به انجام حملات هراس افغانانه به ویژه ماین‌گذاری‌ها و همکاری با طالبان در مرکز اصلاح و تربیت اطفال زندانی هستند، از عملکردشان پشیمان به نظر می‌رسند. این نوجوانان از دیگر نوجوانان و کودکان می‌خواهند تا فریب طالبان و دیگر گروه‌های هراس افغان را نخورند. رئیس مرکز اصلاح و تربیت اطفال می‌گوید از آن جایی که به این نوجوانان آموزه‌های اسلامی به گونه نادرست داده شده است، این نوجوانان را وادار به انجام حمله های هراس افغانانه ساخته است و می افزاید که از همین رو هر روز آگاهان امور دینی در این مرکز برای این کودکان آموزش های دینی می دهند. این یکی از اتاقهای مرکز اصلاح و تربیت کودکان در کابل است. در اینجا 15 نوجوانی که در پیوند به انجام جرایم در برابر امنیت داخلی بازداشت شدند زندانی هستند. این نوجوانان به اتهام ماین‌گذاری ها، جعل مدارک از بحر نفوذ در میان نیروهای امنیتی، همکاری با طالبان، حمله های انتحاری و دیگر رویدادهای هراس افغانی بازداشت شدند. موږ تر مجاهد طالب بو هغه ماته څنګه خدمت کلی راوړه ماته ته دې وراندم کلی مرول ساتي زه بیرته تلم د تیم تریلان نن مزه ساتي کته مې شپه مې ستر تیر کړم هغه د شپې چپ ساتي دې پوکه مين کړم جنگي. ظاهرا دیده می شود که همه این نوجوانان از عملکردشان پشیمان هستند. مثلا اصلا بس خون مکتب شروع کنم و مکتبش بگم سیم پروی رایده بس و هم شروع کنم بس مکتب سر دست کنم هم به بده وزند برای خسمت کنم هم و خبر غریبی بکنم هم و نور خلق نمیده پیغام دستی بس توک طالبان سر ولار بیره دستی بس آغاز مون دشمنان دیمون در بحثان دشمنان دیگه خبر مکتبون دیوایی غریبی میکنم با دیگه هیچ کار نمیکنم غلط تشکیره دیگه جالی جور نمیکنم. این نوجوانان در مرکز اصلاح و تربیت کودکان گذشته از این که درس‌های مکتب را می‌آموزند، از مهره اشیای زینتی نیز می‌سازند. در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در کابل 180 نوجوان و کودک به جرم‌های گوناگون متهم هستند نگهداری می‌شوند. یکی از دلایل عمدهش همی است که موضوعات دینی برای ازیا به شکل افراطی آموزش داده شده. به خاطر دو نفر از مولوی صاحب است که در دو تایم قبل از ظهر و بعد از ظهر بر از اینا میرم از امین دینی را روزانه دو ساعت چهار ساعت بر از اینا تدریس میکنم. یکی از کسایی که به اتهام انفجار موتر رنجر پلیس بازداشت شده، اینجا از موره سه موتر رنجر ساخته که ساخته های دستیش است و میگوید که بعد از اینکه از اینجا رها شد درس خواهد خواند و به کشور خدمت خواهد کرد. شکیلا ابراهیم خیل، طلوع نیوز، کابل. یک کندک 350 نفری از پلیس نظم آمد در ولایت تخار در طالقان به کارش آغاز کرد. مقام های محلی ولایت تخار میگویند که این کندک پلیس نظم عامه با وسایل پیشرفته و جنگ افزارهای سبک و سنگین مجهز هستند. فرمانده پلیس ولایت تخار میگوید که با جابجایی این کندک جرایم جنایی و نیز ناامنی ها در این ولایت کاهش می یابد. اینان سربازان کندک پلیس امن و نظم عامه هستند که به تازگی وارد ولایت تخار شدند.
سربازانی که برای جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول، تأمین بهتری امنیت شهروندان و مبارزه با مخالفان مسلح کمر بستند. فرمانده کندک چهارم پلیس نظم عامه در تخار میگوید که آنان آماده هستند تا آخرین قطره خونشان در برابر حراس افغانان و نیز زورگویان بجنگند. ما انشاءالله آمدیم با تعداد 350 نفر با سلاح و وسایل مختلف نو، بالای پلیس خود، اردوی ملی خود، انشاءالله شب روز شانه به شانه وظیفه اجرا میکنیم تا یک قطره خون در وجود ما باشه. انشاءالله از مردم مجاهد پرور ولایت تخار دفاع میکنیم، چی شب باشه روز باشه ما در خدمتی هستیم. پلیس تخار میگوید که با جا به جایی این کندک 350 نفری جرایم جنایی و نیز فعالیت های جنگجویان در تخار کاهش مییابد. دشمن تلاش داره که در تخار یک پایگاهی برای خودش بسازه، یک پایگاهی بسازه که یک استراتژی برش داشته باشه که یک ساحه را برای خودش امن نگاه داشته باشه تا اینکه از تخار سایه فعالیت خود در دیگر ولایات ها انکشاف بده. در همین حال باشندگان تخار گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در مرکز و ولسوالی های تخار نگران هستند و میخواهند که پلیس امن و نظم عامه نخست مبارزه و فعالیتشان را در گردآوری جنگ افزارهای مسلح غیر مسئول آغاز کنند. ما خوشحال هستیم که از این بیشتر بیاد و اقدام اولی که در ولایت تخار انجام میده باید افراد غیر مسئولی که در ولایت تخار است باید اینها را جمع آوری بکنند. موترهایی که امروز ما میبینیم شیشه های فیلمی دارن که بعضی کارهای زشت در آن صورت میگیره، باید از این خودداری کنه. مقام های امنیتی ولایت تخار هشدار میدهند که پس از این به هیچ یک از افراد غیر مسئول اجازه حمل و نقل جنگ افزار داده نخواهد شد. بیشتر از 20 پلیس محلی در ولسوالی چهارچینای ولایت اورزگان پس از چندین روز محاصره با طالبان پیوستند. یک منبع امنیتی به تولونیوز میگوید که این نیروها پس از آن دست به این کار زدند که نیروهای کمکی برای نجاتشان فرستاده نشدند. وزارت امور داخله از آغاز بررسی ها در این باره سخن میزند. آگاهان نظامی و مقام های پیشین این ولایت میگویند که اوضاع امنیتی اورزگان در حال بدتر شدن است و حکومت باید برای نابودسازی حراس افغانان در اورزگان به گونه جدی کار کند. ظاهراً در سالهای اخیر اورزگان برای حراس افغانان گریزگاه مناسبی از هلمند، کندهار و ولایت‌های دیگر همسایه‌اش بوده است. این ولایت در سال گذشته بارها گواه فعالیت حراس افغانان و سقوط برخی از پایگاه‌های امنیتی به دست مخالفان مسلح دولت بوده است. وزارت امور داخله میگوید که ارتباط با نیروهای پلیس محلی در چندین پاسگاه در ولسوالی چارچینوی اورزگان قطع شده است. بر اساس معلومات ابتدایی در یک پوسته ما 5 نفر از پلیس محلی داشتیم، در یک پوسته دیگر شمارشان بیشتر از 10 نفر بوده. ما در حال بررسی موضوع هستیم، اما این که بعضی از افراد و اشخاص میگن که با دشمن یک جا شده، من این کاملا رد میکنم. نیروهای پلیس محلی ما در هر جایی که هستند در خط اول مبارزه با تروریسم هستند و در هیچ جای تسلیم نخواهند شد. این نیروهای پلیس محلی در 60 کیلومتری ترینکوت مرکز ولایت اورزگان مشغول تامین امنیت بودند. به نظر ما دوری از مردم، اگر حمایت مردم عام حکومت در هر نقطه افغانستان از دست بده، حکومت با مشکلات زیادی روبرو میشه. چې د چرچنو ولسوالۍ هغه سرتیری چې د خپل جنگ د خپل د خاورې د ساتنې لپاره مبارزه کوي، نن یې درېمه څلورمه ورځ چې پر دوی باندې جنگ شروع دی او دوی دروس پر هیڅ نوبتیا نه دي ورغلي. آگاهان نظامی تاکید می‌ورزند که بی‌توجهی ها به نیروهای امنیتی در گوشه و کنار کشور باید از میان برداشته شوند تا نیروهای دولتی بتوانند با اطمینان به تامین امنیت کشور بپردازند. نارسیدگی به وضع امنیتی، وضع معیشتی و اقتصادی سربازا و افسرهای افغانستان در جنگ مصروف هستند، خودش پرابلم ها را به بار میره. پیوستن نیروهای پلیس محلی به طالبان در حالی انجام می شود که حکومت تصمیم گرفته است تا بخش بزرگی از پایگاه های کوچک نظامی را در سراسر کشور از میان بردارد و نیروهای امنیتی را در پایگاه های بزرگتر برای حمله های تهاجمی بر حراس افکنان جا به جا بسازد.
واشنگتن 4 جنگنده سوپر توکانوی دیگر نیز به نیروهای هوایی کشور داد. وزارت دفاع ملی میگوید که در ماه‌های نزدیک این نیروها با جنگنده‌ها و بمب افغان‌ها و چرخبال‌های جنگی و هواپیماهای بی‌سرنشین کشف و جنگی مجهز خواهند شد. با گفته این وزارت، پس از این لانه‌های هراس افغانان در هیچ بخش از افغانستان مسئول نخواهند ماند و در نتیجه عملیات‌های هوایی در این اواخر طالبان ضربه‌های محکم دیدند. گام دیگری در تجهیز نیروهای هوایی کشور در اوج نبردهای سنگین، نیروهای هوایی افغانستان به سوی مجهز شدن به جنگنده ها و به مفکن ها می رفند. تازه واشنگتن 4 جنگنده دیگر نیز به این نیروها داده است. دای وازی د څلور الوتکې نه دی په دې څو ورځو کې منګه د ایم ډی 510 هلیکوپټر راځي هوایي پوسټا زه فکر کوم اته بی پیلوټ الوتکې په دې ورځو کې راځي زموږ هوایي پوسټا او ای نه هویشتیا سوپر توکانو نورې الوتکې هم زموږ هوایي پوسټا تسلیمیږي. هم مکنون در 10 ولایت عملیات های برنامه ریزی شده به شدت ادامه دارند. در کنار این نیروهای ویژه کشور نیز عملیات های شب هنگام دارند. ظاهرا حمله های هوایی در این نبردها نقش سرنوشت سازی دارند. بخش از مهم تعرض یا عملیات های تعرضی ما به مبنای های نیروهای اردوی ملی است. ما امکانات را که در اختیار داریم در اردوی ملی افغانستان در عملیات ها استفاده میکنیم. مسئولیت چون قابلیت چون بسیار بالاست، باعث شده که دشمن تلفات سنگین متقبل شود. به نظر می رسد که با تجهیز شدن نیروهای هوایی کشور با جنگنده ها و به مفکن ها، هواپیماهای بدون سرنشین کشف و جنگی، هراس افغانان در مکان های امن نشان در کشور نیز در امان نخواهند ماند. دغه الوتکې د دې وړتیا لري په تکتیکي ساحه کې چې دښمن وځپي، ځکه چې دا توپ لري، ماشینداره لري، رهبری شوي او غیر رهبری شوي راکټونه انتقالولی شي، بمونه انتقالولی شي. با این همه هنوز هم نیروهای هوایی کشور با کمبودهای زیاد روبروستند، اما تعهد جامعه جهانی به ویژه واشنگتن این است تا در سالهای نزدیک این نیروها مجهزتر به پا بیستند. تیم ملی فوتبال انگلستان در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه ویمبلی 2-1 مغلوب هالند شد. یانس و نارسینگ برای هالند گلزنی کردند و تنها گل انگلستان را جیمی وارد دروازه حریف ساخت. در دیدار دیگر فرانسه 4-2 به برتری در برابر روسیه دست یافت. با نشر همین گزارش خبرهای ساعت 10 هم به پایان می رسد. سپاسگزارم از توجهتان. تیم ملی فوتبال انگلستان در یک دیدار دوستانه در ویملی 2-1 در برابر آلند شکست خورد. بازی بسیار آرام آغاز شد و هر دو تیم سعی داشتند تا در دقایق نخست به ارزیابی یک دیگر بپردازند. بازی بیشتر در میان زمین در جریان بود و بازیکنان دو تیم در ایجاد موقعیت‌های جدی ناکام بودند. در دقیقه 27 جیمی واردی مهاجم لستر سیتی نخستین خطر نصفه و نیمه را روی دروازه آلند ایجاد کرد و با ضربه از درون محوطه جریمه دروازه این تیم را تهدید کرد. در ادامه باز هم بازیکنان انگلیس روی ضربات از راه دور شانس خود را آزمایش کردند. این بار نوبت به روز بارکیلی آفبک اورتون رسید، اما ضربه این بازیکن با استعداد نیز از کنار دروازه به بیرون رفت. در حالی که می رفت بازی در نیمه نخست با برابری بدون گل پایان یابد، یک حرکت تمرینی استثنایی از بازیکنان انگلیس باعث شد تا آنها دروازه آلند را باز کنند. حرکت زیبای لالانا و پاس تماشایی او در سمت راست برای واکر با پاس به بیرون این مدافع راست امراه شد تا جیمی واردی در ادامه روند خیره کنندهش در فصل جاری دروازه آلند را به ساده ترین شکل ممکن باز کرد و بازی در نیمه نخست با تک گل واردی به سود انگلستان پایان یافت. نیمه دوم را آلندی ها با انگیزه بیشتری آغاز کردند و خیلی زود صاحب یک ضربه پنالتی شدند. دینی روز مدافع چپ انگلیس با خطای هند این پنالتی را به آلندی ها هدیه داد. یانسن موفق شد ضربه پنالتی را برخلاف جهت فارستر وارد دروازه انگلیس کند تا حساب کار 1-1 مساوی شد. یانسن 1-1 دو پروبازایو گوسکاویچ شپا
پس از این گل انگلیسی ها بازی رو به جلوتری را به نمایش گذاشتند و در دقیقه 61 جیمی واردی با یک ضربه تماشایی از رای دور می توانست گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند. اما ضربه او با واکنش زیبای دروازه‌بان آلند همراه شد. در دقیقه 77 آلندی ها موفق شدند گل دوم را نیز وارد دروازه انگلیس سازند. لوسیانو نارسینگ با بهره گیری از غافلگیری مدافعان انگلیس که به بهانه خطا از حرکت ایستاده بودند موفق شد دروازه خالی فارستر را با ضربه مطمئن باز کند تا آلند با نتیجه 2-1 در ویملی پیش بیفتد. در ادامه تلاش انگلیسی ها ثمره نداشت تا این تیم شکست خانگی 2-1 را برابر آلند تجربه کرد. در دیدار دیگر دوستان فرانسه 4-2 روسیه را شکست داد. بازی را بازیکنان فرانسه بسیار خوب آغاز کردند و در دقیقه 9 آن گلو کانتا آوک لستر سیتی که مورد توجه بسیاری از تیم‌های بزرگ اروپایی قرار گرفته روی فرار تماشایی توانست پاس گریزمان را برخلاف جهت دروازه‌بان روسیه وارد دروازه این تیم کرد تا فرانسه خیلی زود با یک گل از حریف خود پیش بیفتد. در دقیقه 38 همکاری گریزمان و ژنیاک نتیجه داد. پاس زیبای گریزمان تبدیل به دومین پاس گل او در این دیدار شد تا ژنیاک با یک ضربه سر تماشایی دومین گل فرانسه را نیز وارد دروازه روسیه کرد و نیمه نخست با همین دو گل پایان یافت. در آغاز نیمه دوم روس‌ها سرانجام به خود آمدند و خیلی زود توانستند یکی از گل‌های خورده را جبران کنند. روی پاس زاگویف این کوکورن بود که موفق شد با یک ضربه سر با دقت دروازه لوریس را باز کند تا حساب کار 2-1 به سود فرانسه شد. پس از این گل فرانسوی ها بار دیگر به فشار عملات خود افزودند و در دقیقه 64 دیمیتری پایا باز هم هنر خود را در ضربات ایستگاهی بر رخ حریف کشید و با یک ضربه استثنایی از فاصله دور توانست گل سوم فرانسه را وارد دروازه حریف کند. در دقیقه 67 حرکت خوب شاتوف از سمت چپ با پاس او برای ژیرکوف امرار شد تا این بازیکن با ضربه تمام کننده خود دروازه فرانسه را برای بار دوم باز کند. در دقیقه 76 اما باز هم نوبت به فرانسوی ها رسید. حرکت زیبا و پا به توپ کنگزلی کومان با ضربه دقیق این آوک بایر مونیخ امرار شد تا فرانسه گل چهارم را نیز وارد دروازه روسیه کند و در نهایت این بازی با نتیجه 4-2 به سود فرانسه به پایان رسید.